سلام، من یکی از آدمای بازی هستم و قبل از شروع نمایش مأمورم اشاره به چند نکته‌ای بکنم که توضیحش حتما لازم. البته توضیحات من برای این نیست که نمایش ما مسئله پیچیده و بغرنجی رو مطرح میکنه. برعکس، نمایش ما از خیلی جهات یه داستان معمولیه که فی الواقع نه حادثه‌ای داره، نه اوجی و نه حرفای مدرن و قلمبه. خیلی ساده، مثل یه جویبار، مثل خود زندگی که گاهی آرام و زلاله و گاهی هم در مسیر خودش آلوده و تلخ میشه. آدم ها آشنان، مردمی که تو خیابون راه میرن، تو بنگاه ها به هم مراجعه میکنن و یه تمیل همین حالا پای تلویزیون نشستن و دارن تو چشم من نگاه میکنن. خیلی نظیف، خیلی متین، خیلی موقر، خیلی مهربون. به هر حال نمایش ما از لحاظ زمان حدود یه ماه طول میکشه. محیط نمایشمون هم همینجاست. همینطور که ملاحظه میکنین یه خونه دو طبقه است که اجالتاً با طبقه دومش کاری نداریم، ولی فقط بدونین که آدماش مستاجرای مان و کلی از نمایش ما رو اونا میسازن. خونه هم مال عظیم برادرم که تراشکاره. پدرم هم یه محضری داره و حالم داره میزنه برای مسجد، ولی متاسفانه فرصتی نیست که راجع به آدمای دیگه حرف بزنم، چون نمایش ما درست از همین لحظه باید شروع بشه، ولی مطمئنم که اونا خودشونو بهتر از هر معرف دیگه‌ای به شما معرفی میکنن. پس با اجازتون فعلا. موسا خان. سلام علیکم آقا بالا. تا قبول. چه خبر ها؟ والا تازه قابل به عرض نیست. نمیدونم چه سریه موسا خان، آدم منقل رو میتونه ول کنه اما این لامصب رو نمیتونه. خیلی نامرده. بله. با من کاری داشتی بابا؟ والا زنم واسهتون پیغوم داده، گفته اگه ممکنه این درخت رو یک کاریش بکنید. درخت؟ کدوم درخت؟ همون چنار دیگه. مگه بازم بچه ها بهش آویزون شدن؟ نه خیر، موضوع سر شاخ و برگشه. الان تو این تابستون سرشو کرده تو بارخواب، اتاقمون شده عینه و قبرستون. خب واسه اینکه خونه رو به کلیساست. اختیار دارین موسا خان، قبلن هم خونه رو به کلیسا بود. خب ما هم هیچ حرفی نداشتیم. حالا میخوای من چی کار کنم؟ حالا تکلیف ما رو با این درخت یه سره کنین. اون درخت چه ربطی به من داره؟ داخل شما صاحب این خونه هستین موسا خان. ولی درخت تو کوچه هست. موسا خان شما آدم درستی هستین. یک نفرم زیر اون درخت بشینه بنده اجر خودم رو بردم. قربون شما برم، الان عوض یه نفر یه فوج میان زیرش وای میسن. خیلی خوب، خدا درختو برای همین خلق کرده دیگه. خلق کرده که بیان زیرش وایسن و تو خونه مردم رو سوک بزنن.
من زن و بچه دارم، اونا که نمیتونن تو چله تابستون خودشونو تو اتاق زندونی کنن، میدونن؟ خیلی خب بابا، حرسش میکنم. فایده ای نداره. به تو حرف حسابت چیه بابا جان؟ یه دست انداختش. من واسه خاطر اون درخت خاک این کوچه رو عوض کردم. خیلی خوب، خیلی خوب. پس ممکنه زنم یه فکر دیگه ای بکنه. بله، بفهم. بکی! الهی تیکه تیکه بشی بچه که اینطور من زجرم میدی. حالا من که میری برم بالا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم خانم. عظیم آقا نیسته؟ هنو که نایمدم. حالا من چیکار کنم؟ چجوری برم اون بالا؟ واسه چی؟ میخواستم سر نردبونو بگیره. داخل واسه چی بگیره؟ باز این تیکه تیکه شده تو میکش انداخته رو پشت بونو گلاب به روتون آقا رفته قصری گرفته و نشسته. رو آب بخندی؟ تو نمیای بالا؟ من با آقا بالا یه خورده کار دارم، شما بفرمایید، بنده همین الان روانشون میکنم. چشم آقا. تو انگاری یه حرفی سر زبونت مونده که میخوای بگیم، درست میگم؟ والا عرض کنم حضور اول دست, دست نکن بابا جون، صاف و بوسکنده بگو، از عیالت واسه من پیغومی داری؟ میدونین موسا خان اگه میخواین از این خونه پاشین، خیلی خوب، یه چیزی اختیار دارین موسا خان، این چه فرمایشیه؟ ما 10 سال آزگاره که زیر سایه شما هستیم، هیچ وقت هم از این حرفا بین ما نبوده. تو چقدر ازمون میخوای؟ من سعی یکی هستم که از شما طلب داشته باشم. فرقی نمی کنه، زنت. والا فکر کنم یه 8 تومنی بشه. البته بابت تعمیر فاضلاب و عوض کردن خاک و چیزهای دیگه. نه خیر، موضوع نیست. بازم هایی 100 تومن هم کسی نزولشه. عرض کردم موضوع چرا؟ موضوع اینه که تو پولتو میخوای. اون درخت و باقی غذایان بهانه است. خیلی خب بابا، صاف و پوستکنده بگو. حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای اینجا بشینی یا اینکه میخوای؟ میدونین موسی خان، از خدا پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه. پیش خودمون بمونه. چند وقته که این گلزارمون پاشو توی کفش کرده و بیخی گوش مادرش میخونه که چی؟ که چه میدونم از این خونه بلند شین. واسه چی؟ میگه اینجا راهش به مدرسه نمیخوره. خب میتونه مدرسهشو عوض کنه. درسه میگه روش نمیشه توی همچین خونه با سر روی واز رفته اومد کنه. والا اگر حرفی توش باشه، حرفیه که من باید داشته باشم که ندارم. اختیار دارین موسا خان، اختیار دارین. همین دیروز بود که وسط عیاد وایساده بودین و بلند بلند داد میکشیدین که دختر نباست لباش گلی کنه و دخترت خیلی اندک رنجه بابا. خب دیگه امروزیه، دوست آشنا هم زیاد داره، میخواد باشون رفت آمد کنه. خیلی خب بابا، رفت آمد کنه چه اشکالی داره بابا جون، رفت آمد کن. راستش موسا خان، اینجا دست بالمون هم یه خود تنگه. عوض شما هم همچین اجاره ای نمیدین آقا بالا. زنم بسه دیگه پاشو بیا میگه شادی رفتی فرو؟ لامصب چار چشی منو میپاد. با اجازه شما من مرخص میشم. در هر صورت باشه، هر وقت که خواستین قدمتون بالای سر. 8 تومنتونم تو پاکت حاضره، اینو به قیصر خانم بگو. به روی چشم، خدا عمرتون بده. میبخشین آموسا خان. آخه یکی نیست میگه زن که پدر سگ چیه قور میزنی؟ منو میفرسه اینجا اون وقت باید میسه اونجا یک داد میکشه، خوشش میاد از صداش. خودشو ترکیده تو منم. توی
سلام. اون پنجره رو واکن. دیشب نبودی؟ بودم. ندیدمت. همینجا خوابم برد. بیا اینو بخون. چیه؟ آگهی استخدام. خب چی کارش کنم؟ همون کاری که همه میکنن؟ ورش میداری میری سراغ شرکت. من هنوز تکلیف سربازیم روشن نیست. خب روشنش کن. خب باید دانشکده رو ول کنم. دانشکده؟ جناب عالی دانشکده میرفتین؟ بله حالاشم میرم. آها اینو دیگه نمیدونستم. شما اصلا میدونین من چه سوال و چه رشته ای هستم؟ نه خیلی نمیدونم. یعنی نمیدونم. من از همون 3 سال پیشش هم مخالف بودم. حالا واسه من توفیری نمی کنه که تو حقوق میخونی یا یه محمل دیگه. همین ناراحتی شما برای این بود که بیام تو محضرتون و دفتر بنویسم، همین. بله یکیشه. اون وقت فکر میکنه نوزا رو براه میشد؟ کاش میدونستم تو اون کلت چیه. تو کلم، تو کلم فقط خودم هم. نداری دیگه، نداری. اگه یه جو مسئولیت سرت میشد هر لقمه‌ای که توی این خونه میخوردی بیخی گلوتو میگرفت. شما سرتون میشه؟ چی میخوای بگی تو؟ اصلا ول کنین. میدونی که من مرتب میرم قم. قم؟ بله. الان 2 ساله که شب در میون میای این خونه. انگار تو یه چیزایی میخوای بگی مردک. بگو بگو، میخوام با من صاف باشی. اینا حتی آقا بالام میدونه. چی رو میدونه؟ آقا بالا چی رو میدونه؟ که شما یه دختر بی سر و پا رو نشوندین. وای مگه حالش میشه؟ شما اینجایی؟ بزن خواه بری. خب برم تا زیر بازارچه یه خورده میوه آتش خال بگیرم. تو از چه خونه ای جلی؟ چطور مگه؟ خواستم من تا امضا عبدالله برسم. من خیابونا رو درست بلد نیستم. حالا ببینم چی میشه. تو هم دیگه داره جوابم میکنه. اون پنجره رو ببند. با خیال میکنه اینو نمیدونه؟ ممکنه بدونه، ولی انقدر نجابت داره که بری به خودش نیاره. در زمینم بدون اون دختری که گفتی بی سر و پا نیست. یه دفعه دیگه از این غلط ها بکنی اون پوزت رو خورد میکنم به پیغمبر. من مثل تو ولگردی نکردم که آرام بشه. نه من مطابق دستور اون رفتار کردم. بله خب، تا حالا اسم اینه چی میذاری؟ اون یه کلفت بیچنگ و مشتی بود که انداخته بودن این سر کوچه. من درست به موقع رسیدم و الا رفته بود. جلیل تو چرا چشم نداری منو ببینی بابا؟ مگه چی کارت کردم؟ چه بدی در حقت کردم؟ بدی؟ کسی که این لباسو میپوشه مگه ممکنه بدی کنه؟ آره ممکنه. تا بدی رو چی فرض کنی؟ تو منو چه جور آدمی میشناسی ها؟ به نظر تو من کی هستم؟ شما به نظر من مرد با شهامتی هستی. نه منم یه آدم هم مثل اونایی دیگه. درسته بابا، هر کسی باید خودشو به شأن لباسی که میپوشه در بیاره، ولی من خودمو بهتر میشناسم بابا جون. من میدونم جوهرم چیه. به هر حال این حرف و عقیده من عوض نمیکنه. بیا بشین اینجا بابا جون. بیا بشین اینجا. بشین بابا جون.
تو از من دلت چرکه بابا جون، میدونم، چون نتونستم اونطور که باید شاید بهت برسم. اما تو هم اگه یه جور انصاف داشتی میدونستی که وضع منم زیاد رو به راه نیست. تو این هفته فقط یه طلاق داشتم. واسه همینه که ما 300 تومن اجاره اتاق اون دخترکو میدین؟ تو از کجا میدونی؟ اینو همه میدونم، فقط شما این که خیال میکنین هیچکی نمیدونه. من از اون زن یه بچه دارم جلیل، اون بچه برادر توه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. من نمیتونم دختره رو با یه بچه شیرخوره ولش کنم سر کوچه، نمیتونم. خیلی خب، حالا من یه کاری کردم، گیرم که در از کار خوبی نکردم، اما اگر گناهی هم کرده باشم بابا جون، من مستحق سرزنش نیستم، اونم از طرف پسر خودم. تو نمیدونی این لاشه خون منو چقدر کثیف کرده که میاد جلو منو میگیره واسه من تکلیف معین میکنه. پولشون رو رد کنین برن. اگه داشتم آنی هشتومنشون رو رد میکردم. عظیم چی؟ عظیم هم نمیتونه کمک کنه. اون همش به فکر مغازشه، هرچی در میاره خرج اون مغازه لعنتی میکنه. خب قرض، قرض هم نمیتونه بکنه. ای بابا کجای کاری؟ اگه سرقفلیشو با پول این خونه رو با هم بذاریم، اون الان 60-70 تومن سرمایه داره. تو میتونی یه کاری بکنی بابا؟ چی کار کنم؟ بری باش صحبت کنی، بگی اولشون کن. خب شما چرا خودتون این کارو نمیکنی؟ من به یه روم نمیشه بابا. وقت میخوایی من این کارو بکنم؟ تو فقط یه پیغوم میرسونی، این که دیگه مایه نمیخواد که. فرقی نمیکنه، نتیجه یکی. اون دیگه به من مربوطه. میری صحبت کنی بابا. من نمیتونم. کسرت میشه؟ موضوع اینه که من تا به حال چیزی از اون نخواستم. داغ تو این پول واسه خودت که نمیخوای که. راستش من اصلا نمیدونم تو حرف حسابت چیه. اگه به این باشه بله، ما هممون زندگیمون از قبل اون داریم. بله این خیلی فرق میکنه. اتفاقا مطلب یکیه، اون 3 ساله داره مثل سگ تاتول خورده میدوه. من تو که نبو داریم نخاصیت. چرا اونو همیشه به رخ من میکشین؟ چرا اونو مثل شلاق به گردن میکوبین؟ واسه اینکه اون فقط 4 سال از تو بزرگتره، اما 10 سال داره مثل سگ جون میکنه. اون جون میکنه واسه خودش، این خونه اون مغازه رو مثلا میرا جور کرده. اما ایش وقت خودشو گله اینو نکرده. بله. تو چی کار کردی؟ چه خاصیتی داشتی واسه من؟ کدوم قدم رو برداشتی که واسه من جلوه داشته باشه؟ تا تا یه قدمی که مایم نمیخواد دریغ میکنی. ده واسه همینه که از اینو مثل دگنک میکوبم تو سرت. حالا برو سرتو بالا کن، برو سرتو بالا کن تا ببینی اگه عظیم نبود تو الان ته دردار پادوی سلمونی بودی. خیال میکنین توفیری داشت؟ آره، چون اگه تو اون سلمونی مونده بودی ولگردی خرابت نکرده بود، الان سرگردون کافه و بیلیارد نبودی. آره خبرشو دارم، اما عظیم تو رو از اونجا کشید بیرون که بری واسه خودت درس بخونی و پخی بشی. حالا تو اینجوری مزدشو بده، موزه کسی رو که حتی پول سیگار تر از اون داری. من هیچ وقت نخواستم، هیچ وقت نخواستم بهم صدقه بده. من این صدقه چیه بی وجود؟ همین که خونش رو گذاشته به اختیار ما و روزی. خیلی دارین تون میرین، پس بذارین یه چیزی بهتون بگم. اگه عظیم این خونه رو گذاشته به اختیار ما و روزی 15 تومن تو این خونه خرجی میذاره، این فقط واسه خاطر مادرمه، فقط واسه خاطر مادرم همین. اگه اون بیفته بمیره عظیم ما رو مثل زباله پارو میزنه. خیالتون از این بابت راحت باشه. تو چطه بابا جون؟ با امکاناتی که ما داریم تو چی خواستی که بهت نرسیده؟ جلیل ول کن بابا. چرا خود تو کنار میکشی؟ چرا با ما مثل یه بیگانه رفتار میکنی؟ به مگه تو مال این خونه نیستی؟ مگه با ما زیر یه سقف زندگی نمی کنی؟ به پس کو؟ محبتت کو؟ تو الان خوب از بعض هممون با خبری بابا، ما یه خانواده جمع جوری نیستیم، چون هر کدوم اون یه سازی رو کوک کردیم، چون نخواستیم پشت به پشت هم بدیم و دلمون رو با صفا کنیم. خب شما من اینو میخوام، میخوام با هم دیگه متحد باشیم، میخوام زندگیمون ریشه کنه که هیچ کس هیچ اتفاقی نتونه ما رو بشکونه، حتی مرگ جواد. من 20 ساله دارم توی این محل زندگی میکنم، فردا پس فردام سرمو میذارم زمین، در حالی که جز یه نام چیزی ازم باقی نمونده، یه نام خشک و خالی.
جواد نمیدونست من با چند تا مجلسی که دارم یه خانواده 6 نفره نمیچرخه. والا مادرت میگفت اونو سر سجاده نفرینش کرده. نمیدونم والا نمیدونم. شایدم. کجا رفتی؟ بی شرف. چند دفعه بهت بگم پات از اتاق این گدا گدوله ها بنداز. بگو چون این حرفا چی میزنی؟ یه دفعه بهت گفتم نرو بالا بگو خیلی خوب دیگه. نمیدونم چرا یه مدتی پاتو کفش اینا کردی. واسه اینکه آدم های بی خودی هم گدان تازه به دارون رسیدن. خدایا پس من چی کار کنم؟ آدم به این مرغ هم هنس میگیره چه برسه به آدم. خب ایشون خیاطی تو بکن. نمیتونم. من اون چرخ واسه این نگرفتم که اونجا بمونه زنگ بزنه. گرفتم باش کار کنی. من نمیخوام چشمو واسه چندرغاز مردم خراب کنم. صحیح. خوبه. آخه شما این چی؟ خیلی خوب بس دیگه خفه شو. نکبتا. چوکو. چوکو. چیه؟ خوشی. حاضری؟ الان در رو پیش کن. برش کن. خب چه خبره؟ هیچی. یارو در چه حاله؟ کدوم؟ مثل کنه چسبیده به اون چنار رو ورم نمی کنه. مامان انقدر عصبانی از دستش. من که میگم دلش رفته. واه واه خدا بخت بده. ده بجام دیگه. افتا فریده. خب حالا چه عجله؟ بذاری خورده سالون پرشه. چه لباس قشنگی پوشیدی. چه نقش خوشگلی هم داره. بیشیش مرسی. فقط یکم باید کمرش رو شلال کنی. یه خود همچین گشاده نه. هی اما ناگل آتم بدک نیستی یا هی کلی دو نفش نگم به تخته کفش پاشنه مبله و جوراب پانما و چشارم که وای چیکار کرده از اینجا تا اونجا. کنی جون یه سرانگشتم بزن به من. بیا دستم رو پرک میده؟ نه کاش شب میشد و راحت یه گوشه چادرم ور میداشتم. این تو جا میگیره؟ آره بابا. این صدا چی از رایات میاد؟ بابامه با سرش بد افتاده داره خورناس میکشه. نمیدونم چرا یهوی حالی شدم. سرم گیج میره، قلبم میزنه. دستتو بذار. ایوه آره مثل دل گنجشک میزنه. چرا شکو؟ وای موزه این از کجا آوردی؟ از توی خرازی فروشی خریدمش. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوام بدم خودش واسم امضا کنی. چی میخوای بهش بگی؟ چی بگم؟ از صدای شما خیلی خوشم میاد. چطوره؟ عالیه. بگیر. عافیت باشه. بسم الله. قربون شما عظیم آقا. حالا احوال چطوره؟ ای بنده ایم نگم آقا انگاری ترک هواشی گزه میوه ها دارم میرسن. آره مثل این که داداشت اومد. هم نداریم. بفرمایید. قربون شما برم. خب من حاضرم. بریم؟ شکو بیا اینه رو ببر تو اتاق. بس سلام. سلام بابا جان. اونا چیه بابا؟
گلابی گرفتم واسه عزیز، یه هندونه هم گرفتم واسه خودم، دکتر گفته خونکی بخوره. چشت چطوره بابا؟ یه ساعت پیش رفتم شستشو. عزیزم میگه آب دارم بد نی؟ کوشه؟ بالا. من نمیدونم به چه زبونی حالیشون کنم که پاشون از اتاق اینا بندزن. چیکارشون دارین آواز؟ خودشون نشستن دیگه. اونم حالا؟ حالا که میان جلو منو میگیرن و واسم نسق میذارن؟ چطور یه خبری شده؟ آره پولشونو میخوام. پولشونو میخوام؟ آره. موضوع چیه؟ ظاهرا این زنی که درخت تو کوچه رو بهانه کرده و شوهرشو فرستاده که اونو بندازیم. خب واضحه که منم زیر بار نرفتم دیگه. قضیه من کهیه؟ یه دو هفته ای میشه. زودتر میگفتین شاید جیر راست ریسش میکردم. ما خودمون راست ریسش کردیم بابا، اونم اینه که هرچی زودتر از اینجا پاشن. قبول پولشون رو بدیم. در ثانیه تو چیکار میتونستی بکنی؟ اون هشت منو من به زخم خودم زدم، خودم هم باید پسشون بدم. چی میگه اون؟ اما تو که از وضع من با خبری بابا؟ بله شما منتظر اون مسجدین. تا اون مسجد از دست بنا نیفتاده اوضاع همین جوریه بابا. سر در نمیوردم اینو بسی چی میخوام برن حالا. شما چیزی بهشون گفتیم؟ فقط یک کلام، یک کمی هم ملاحظه پشم و پیلی ما رو بکنیم. همین. خب خانم معلمه به اونا رش گرفت. خب نباید این حرف رو میزده دیگه. چرا؟ یعنی چطور میشد؟ یعنی آدم تو خونه خودش هم حق نداشته باشه صداشو بلند بکنه؟ ده عجب حرفیه ها. بابا جون من توی این محل آبرو دارم، نمیخوام خونم انگوش نشون مردم بشه. خیلی خب این گناهه. مالو داد نزنی. حالا من هیچی، چک دهن مردم رو چطور میشه بس؟ اینا ها باقر آقا چنجه ای مرکه لوده اومده جلو منو گرفته میگه موسا خان. گفتم بله. گفت این دختر جزغاله مال خونه شماست. گفتم چطور مگه؟ گفت هیچی، دختر خوب نیست لبشو گلی بکنه و تو کوچه ماس ماسکشو مثل باغچه به جنبونه. درست همینطور. خب منو میگه از کوره در رفتم اومدم خونه بنا کردم داد فریاد. خب دیگه تریشون دست این هست بس بخوریم و دم نزنیم. چنجه ای حق داره بابا. اون مردی که همیشه منو توی یه هیئت دیگه ای دیده، دیده واسه خودم آینده و روندی دارم، دیده مرتب تو جمع ایراد گرفتم و اخوتوف کردم، دیده این حضرت نو، درست این حضرت نو سوار کشتی شدم مردم رو دعوت به نجات کردم. مسکری که فقط جمع موندن نیستش که بابا، اینام هست باز حساب پس داد. تازه چنجه ای کیه؟ یکی از مرده های پاپتی من، باقی که حسابشون پاکه. کیه؟ منم آقا بالا. باز این سینه لعنتیم به هم خورده. سلام علیکم. سلام علیکم عظیم آقا جون. بله قربونت برم الهی، پشت این پاکت واسه من بخون. آره زاهدانه ده؟ انگاری یه چیزایی هم نوشته. آره در ضمن مربای بادمجان دست پخت قیصر خانم یادتان نرود. حسین آقا هر وقت میخورد انگشتانش را میلیسد میگوید به به عجب عمه کدبانوی، زیاده قربانت رو بابا. همش همین؟ یقین توش نوشته. تمام این حرفا رو پشت پاکت نوشته؟ آره. این رباب خانومم عجب اخلاق بدی داره. همه چیزو پشت پاکت می نویسه. حسن آقاتون چه خوش سلیقه است. کیه؟ جناب سروانمونه، پسردایی بچه هاست. پارسال تابستون اومده بود تهران،
زنم واسهش مربا پخ، اونم دیگه آموخته شده. قربونت برم از اینجور. میبخشینا. خواهش دارم. میگم من یه فکری به نظرم رسیده. چه فکری بابا؟ گمونم حالا دیگه بتونی نشت من این رو بدین. از کجا؟ خونه الاریه. اون؟ ها؟ نه اون نه. چند میارزه؟ عادله 70 تومن روش قیمت گذاشتم. خب چرا معطلی؟ فعلا خیال ندارم دست به ترکیبش بزنم. واسه چی؟ فعلا صلاح نیست. اگه بهش احتیاج پیدا کنیم چی؟ یعنی چی بهش احتیاج پیدا کنیم؟ چی یعنی اگه ما هیچ وقت به اون خونه احتیاج پیدا نمی کنیم؟ الان که بهش احتیاج داریم؟ نه، یه مدتی باز لاکومار بمونه. الان سه ماه لاکومار آقا بس. من باز بگم یا نه؟ تو هم اگه میخوای از زیر اون 8 تومن در بری، دلیل نمیشه که پای اون خونه رو بکشی وسط. تو این سه ماه من حتی یه قدم هم طرف اون خونه بر نداشتم بابا. فقط دفتردارم و فرستادم که خونه رو بذاره اجرا و قضیه رو فیصلی بده. من میخوام اون شایعه لعنتی بخوابه بابا. شایعه نیست، مو به مو حقیقت داره. شایعه است. شما خودتون رو میدونی گفتم شایعه است. برحال اون خونه اینجوری که هست به دردمون نمیخوره. بنجاق دست منه عظیم، منم که باید تصمیم بگیرم و تا من هستم هیچ کس حق نداره حرف اون خونه رو بزنه. یعنی چه آقا ما الان به اون خونه یعنی به پول اون خونه احتیاج داریم؟ عظیم تو تا باید رو حرف من حرفی نیورده بودی. حالا هم تنها کسی هستی حاضرم تو این خونه چهار تا کلمه با حرف بزنم. این دارم بهت میگم که بفهمی چقدر خاطرتو میخوام. منو گفت که میخواستم بهت بگم در خصوص اون خونه با عزیز صحبت کنی. حالا میبینم که چه میدونم، یه بند در گوش من نق میزنه که هرچه زودتر کلک اون خونه رو بکنم. خب هرچه بشون یه مادره، حتما هزار جور حسرت آرزو از دخترش داره. ولی من نمیخوام تو قضیه رو اینقدر سرسری بگیری. سرسری نیا آقا، من میگم حالا که اومد کرده چی رو اومد کرده؟ بابا جان یه نفر تو اون خونه افتاده مرده، چی رو اومد کرده؟ بابا حالا که اینا پولشونو میخوان، یه همچی خونه هم زیر سرمون هست، خب چرا نکنیم آقا؟ چرا بریم زیر قرض قوله؟ شما بالاخره باید پول اینا رو بدین، حالا چه امروز چه فردا چه دو ماه دیگه فرقی نمیکنه. پول دادنی رو بالاخره باید داد، اون خونه هم فعلا به دردمون نمیخوره. همینجور دست رو دست گشتین که چی بشه کاری بکنین؟ یعنی نمیخوای یه خورده صبر کنی آبرو قبرش خوش بشه؟ ها؟ یعنی اینقدر عدل داری؟ چرا یه این قضیه رو پیش کشیدی؟ بابا جان تو داری منو از کوره به در میکنی؟ آخه یه نگاهی به سینت بنداز که اون سیاره چسبوندی؟ یعنی چه آقا اینجا موضوع آینده من در بینیم؟ کدوم آینده؟ آینده تو منم، مادرته، خواهرته. خب مگه تو این خونه غیر از من آدم زنده دیگه نیست؟ چرا؟ غیر از تو آدم زنده منم. بذاری یه روزم به فکر خودم باشم. یعنی ما تو رو به این روز انداختیم؟ آره شما منو به این روز انداختیم. زندگیمو گاشتم رو چشم گرفتم جلوتون، زندگی منو گرفتی و چشمم کندین، اصلا برو خودتون نیبردین. الان میخواین اون اشتباه رو بندازین گردن من. تو حق داری بابا، هرچی بگی حق داری، من آدم بی انصافی هستم. خب منم جوانم بابا، منم آدمم، منم میخوام خودم بسازم. همکارای من اونایی که با من شروع کرده بودن الان حسابی خودشونو بسن، دارن دلوپی میخورن، در صورتی که من دارم این ریختی زندگی میکنم. بسته نخور پسر جون، تو عاقبت به خیر میشی بابا، اینو تو بشرت میبینم. عاقبت به خیر، وقتی پشت دستگاه قوزم در اومد عاقبت به چه دردم میخوره؟ میخوام اون موقع نباشه. کار من بد جوری ادامه میشه آقا، سر صبح یا آدم پیر میشه. توی همچین موقعیت دلخوشی آدم چیه؟ به خونش، به یه سوراخی که شبا سرشو بکنه تو، اونم اینجور.
میشنوین؟ تنم از 3 متری بو میده. چرا همچی میکنین آقا؟ تو مقدسی هستی، تو خودتو واسه خاطر ما شهید کردی، تو دنیا و آخرتو برای خودت خریدی. من آخرتو که نمیدونم، ولی از دنیا تا علای چی نکنم. تو دنیا خیلی چیزا داری که خودت هم نمیدونی. من چی دارم؟ یه قلب صاف. اینم از اون حرف هست. من درد تو رو میفهمم بابا جون. من میدونم تو الان چی حس میکنی. بعضی وقتا به خودم میگم منظور از این همه سگدویی چیه؟ یعنی تو زندگی غیر از بدبختی حرفای دیگه ایم هست؟ البته که هست، منتها این نوار جلو چشم تو گرفته. وقتی اونو برداشتی اون وقت میبینی که روزای بهتری هم هست، روزای خوب. تأمل کن بابا جان، تأمل کن. شکی نیست که تو برای ما خیلی دویدی، خیلی زحمت کشیدی. اگر تو نبودی معلوم نبود آخر عاقبت ما چی میشد. این جای دوری نمیره از این جان. تأمل کن بابا، تأمل کن. تو اگر خدا رو بشناسی که میشناسی، میدونی هرچی هم در حق ما بکنی کم کردی. پیش اون هیچ عملی بی اجر نمیمونه. تحمل کن بابا جان، تحمل کن. به اون چراغ خاموش کن. وقتی قبض برقو بیارن تویی که دست میکنی تو جیبت. ماه پیش من این چشمو داشتم. من سر سجاده چشمتو از خدا میخوام، بلکه خودش رحمتی بکنه و چشم رو پس بده. آدمای خوب بابا جان هیچ وقت عاجز نمیشن، این یادت باشه. فکر میکنین چرا اینقدر هوای اونو دارم؟ یا چرا خودم رو پیش پاش میندازم؟ باجه، تملقه، رنگه؟ نه، تو دنیا چیزای با ارزش خیلی کمه. آدم دل به یه چیزی میده و میره دنبالش، از خواب و آسایش خودش میزنه، از همه دلبستگی‌های خودش میزنه، اونقدر جلو میره که حتی وظایف خودش رو به عنوان یک مسلمان فراموش میکنه. میشه یه موجود عجیب، یه قول بیشا خودم که هیچ اسمی هم نداره. شما حتما منظور منو میفهمید. جواد پسر ارشد من تو زندگی راه درستی انتخاب نکرده بود. نه تنها به خودش صدمه زد، بلکه نزدیک بود مارم لکه‌دار بکنه. به کجا رسید؟ چی ازش موند؟ یه خونه اونجوری با یه مش استخون. اون یه دفعه این ننگو تجربه کرده، همم نتیجه شو دیدیم. بله، کسی که با یه تصادف بمیره بی خدا مرده، و کسی که بی خدا بمیره تا ابد سرفکنده است. من نمیخوام اون یه دفعه دیگه این حماقتو بکنه. ما تو بد دوره ای زندگی میکنیم از این جان. آخر الزمان که میگن همینه. تو اینو نمیدونی بابا. شاید هم بدونی، اما سرت به کار خودت بنده. من هم که نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. اون یکی هم که اونجوری سر به هوا در اومده، این وسط میمونه مادرت که همینجور نشسته و زل زده به در.
و خواهرت. بذار یه چیزی بهت بگم عظیم جون، من چند وقت صداشو بفهمی نفهمی تو این خونه میشنفم، مثل این قرتی ها آواز میخونه. بابا همچین زیادی هم بیریخ نیست. دهنشو چی میگی؟ وقتی چه چه میزنه انگار در یه گاله رو بکردم. حوضش دلبر من یه تیک آغاز، بلند بالا، متین، مؤدب. وای تو که دل منو بردی با اون دلبرت. خب نگفتی بعدش چی شد؟ بعدش هیچ چی دیگه. وا خود تو لوس نکن دیگه، تعریف کن بعدش چی شد. بعدش آره بعدش چند تا نقطه خودت حدس بزن. وا نمیدونی یه خودلم تکون خورد. تو هم واردی آموزی. قول داده منو با یه آهنگساز آشنا کنه، پیشت بمونه ها. وا چی کار دارم تو ها؟ خب اینم تموم شد، میتونم فردا شب بپوشم؟ آره بابا همین امشب تیکاشو سوار میکنم. وای اگه یه سشوار داشتم ما دیگه هیچ غمی نداشتم. چقدر رو سعید قشنگه. جنسش چیه؟ جرسه دادش از رنگ این رو سری خیلی خوشش میاد. وا از وقتش که بگذره نحسی میاره. تو به هر حال آدمی هستی کاسب، حالا هم دیگه واسه خودت مردی شدی، خونه داری، یه در مغازه داری، جوونی، فعالی، کارت هم که الحمدلله رو به رونقه. الهی شکر. حالا میخوام یه چیزی ازت بپرسم عظیم جان، تو این مبلا رو واسه چی خریدی؟ مبلا رو خریدم واسه شکو. خوبه، خیلی خوبه. اما هیچ فکر کردی که بالاخره خودتم؟ منظورم اینه که هیچ به فکر عطیت بودی؟ اهلی، عیالی، سر و سامونی؟ حالا که فکرشو نکردم آقا. بسی بابا خب قضیه تشکیلات ما رو به هم میزنه. یعنی چی؟ من خواستم تازه یه سر صورتی به زندگیمون بدم. بله خب بده، این چه ربطی داره؟ چه الانه که اینجا نشستم هزار جور پریشونی بس خودم دارم. بوشون بابا جون، من چند تا موسیقی تو سرت میبینم، زندگی همینه، تکون بخوری دندونا ریخته. و چطوری میخوای بالا سر بچه هات وایسی ها؟ با کدوم قدرت؟ با کدوم بنیه؟ من 18 سالم بود که عیزتو حلقه نشوندم. نه بابا جون نه، تو از الان باید به فکر عطیت باشی. نمیتونم آقا الان یه گیری تو کارم نیست. ادا اصول بذار کنار. نه تازه شما خودتون که بهتر بردین، اینجور کارا مثل قیف میمونه، یه سر تنگ داره یه تایی گوشاد. بله تا طرف کی باشه و قضیه چجوری برگزار شه. یعنی پیدا میشن کسایی که به یه کلام الله مجید و پنج تا اشرفی یه کل غن رضایت بدن. بله آقا این فکر منو 10 سال عقب میندازه. میدونین من الان تو نخ اون نبشی هم که بچسبونم. دلم میخواد 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه حساب کسب و کارتو نکنی. تازه با این شرط شروط که میاد و زن بده. بوش کن بابا جان، من چند وقت قضیه رو تو این خونه یه جور دیگه میبینم. تو ممکنه متوجه نیستی، ولی من تمام گوشه کنارای این خونه رو زیر نظر دارم. الانی 3 ساله که این زنک دوره بر ما میچرخه، یعنی از وقتی که خونه از رهن در اومد و ملکی شد، تو این 3 سالو مرتب واسه ما دست دلبری کرده، شیرنی، آشرشته، کوفته برنجی. تو فکر میکنی حکمت همین تخت پوستیه ها؟ فقط یه صحباتیه. چه میدونم اسم حساب گذشته برده؟ نه اینا بی حساب نیست. مثلا چه حسابی؟
من میگم این زنک رو ما یه نظری داره. تو شما که میگفتین پولشونو میخوام. به دروغه، به اون خدای نادیده دروغه. اون درخت و باقی غذایان بهانه است. خب واسه چی دروغ باشه؟ الانی بهت میگم بابا. مهتی! الهی کن به تون بیفتی بچه که انقدر منو زجرم میدی. یه لقمه نون پنیر قاضی کردم دادم دست مهتی، باز تون به تون شده تا چشم منو دور دید زد تو کوچه. اون نکتر مامس که فواره کردی بگیرش. انیس خانونی رفته خونه صدقا فخری از پشت دوا بگیره. از این موقع چی؟ اونم نیستش. چطور مگه؟ هیچ، میخواستم ببینم تکلیفمو با این انچوچک چی؟ کوفیه رو میگی؟ آره، من نمیدونم از این اون درخت چی میخواد. هیچی، شاید اون درخت نظر کرده است اومده مراد بگیره. چی کارش داریم بابا حیوانکی رو؟ اونم واسه خودش خدایی داره. این فرمایش ها کدومه خانم جون؟ فردا پس فردا چله تابستونه، من میخوام در اتاقم واز کنم دلم هوا بخوره. این که نشد کار؟ نه والا، ما میخواییم اینجا زندگی کنی، نمیخواییم اون تو خودمون زندانی کنیم که. به بلای علی، اگه تا فردا صبح یه فکری به حال ما نکنین، صاف میرم آجا میرم. یه دفعه دیگه میپرسم بابا جان، تو این دختره رو میپسندی؟ چی بگم والا؟ مثل نکن بابا جان، به حساب تو بزن. برای دختر خوبیه یاری، به درد من نمیخوره آقا. پس چی بابا؟ خب چجوری بگم؟ بی سواده، خوشگل نیست، ندید بدیده. نه ولی حالا که به اینجا کشید بذارید بگم. میدونین من یه زنی میخوام که تواضع داشته باشه، بله شرم و حیا باشه، با بود و نبود من بسازه. شب میام خونه خستم، یه غذایی، سفره‌ای، گپی، یه جوری وسایل آسایش منو فراهم کنه، بعدم همینجا خونه یکی با مادر خواهرم یه جوری کنار بیاد. خیلی خب بابا، اون درست میشه، یواش یواش. نه آخه اون معلمه. باشه، چه اشکالی داره؟ دوتایی پشت به پشت هم میدین، یه زندگی شاهونه ای را میندازین. آره تو هم نمیخواد اینقدر مته به خشخاش بذاری بابا جون. زندگی اینقدر مشکله که دیگه یه نفره نمیچرخه. اتفاقا به نظر من گلزار دختر فهمیده ایه. پیروزه داشتم میمدم از دکون، وایساده بود در خونه، داشت با این همسه بغلی حرف میزد تا من دید تپید تو خونه. خیلی خوب بابا، این خودش نشون میده که اون رو حساب میکنه. نمیدونم از جوری فکرشو میکنم، میبینم آخه نمیخونیم با هم دیگه. لا لا هلا لا، آخه دیگه چرا بابا؟ خب ببینید، من یه آدمی هستم مؤمن، تا را نماز روزم ترک نشده، تنها تفریم هم این بوده گاه وقتی دکون تخته کنم برم قم، در صورت که اون یه دختر امروزیه و صد تیر آدم نشست و برخواست داره. مثلا همین بیهجابی، شما خودتون رفتین تو برش. همه اینا واسه اینه که دلت صاف نیست. البته نخیال کنی ها، بهت حق میدم. تصوری که تو یه دختر داری بابا یه چیزیه در حد خواهرت، بیچنین یه گوشه خیاطیشو بکنه، به نظافت خونه برسه، دم دست عیزه بپله که. ولی خب که همه مثل ما نمیشن بابا. ببین بابا جان، این دختره تا حالا ول بوده، درست، اما فردا که گرفتی میتونی مجبورش کنی استعفا کنه، یا نه حداقل یه روسری بذاره سرش. منم تا چند روز دیگه مسجد رو تحویل میگیرم، شایدم جلو پلاس همون برداشتم و رفتم اونجا موندگار شدم. نه بابا جون، نه، منم نمیخوام عروسم بی حجاب بره بیرون. میفهمم بابا جون، میفهمم چی میخوای بگی، میفهمم بابا. حضرت علی میفرماد فرزند تو مطابق دوران تربیت کن. خیلی پر مغز این حرف، میفهمی که چی میخواد بگم. البته من کاری ندارم ما تو چه دوره ای زندگی میکنیم، ولی هر وقت یاد این جمله مولام میفتم یک کمی قوت قلب پیدا میکنم.
چه میشه کرد؟ همینه دیگه. الان این فکر میکنم در خصوص این دختره زیاده روی کرده بودم. اسنادی بهش بسته بودم که بنده خدا خودش روحش هم خبر نداشت. این باور آقا چنجه ای با تو به ما کرد. چنجه ای آدم شریه، امام که عصبی مزاج. در حالی که خودمون هزار ای با علت داریم که خب حالا چی میگی بابا؟ حالا من حرفی ندارم، ولی شما بذاریم من با عزیزم صحبت کنم. در هر صورت به نظر من این دختره باب دندونته بابا. من فتوا دادم. سلام. سلام علیکم. آخه اولا باید چی میگفت؟ هیچ. میگفت چرا ما تو فرزدی؟ میخواستی بگه به تو چه؟ مردی که الدنگ. میخواستم یکی از اون حرفای استخون سیاکون بزنم، ولی گفتم بابا چی کار داری؟ اگه راست میگه بره درد نیونچش دوا کنه، اینقدر واسه من گشاد گشاد راه نره. مردی که الدنگ. خب بابا حالا اون مردی که یه غلطی کرده، آخه اونم داخل آدمه. آخه مازخوره، ببین که داره واسه من ریزخونی میکنه والا. برو خدا کوتا بیا. من میدونم همه اینا تقصیر اون قیصر چاکپاره است. نمیبینی داره دق میکنه، داره آماد میکنه، چون که تا وقتی که شکومون توی این خونه است که نمیتونه گل خانمش توی محل غالب کنه که. آره هزاری هم که زیر ابروش وردار و پاش تیغ بندازه، مگه غوزی ها و خلدیوون ها رو تور بزنه که بیان پای اون چه داره؟ غوزی ها اگه به این باشه سر سگ بزنی و دختر من ریخته. زن صداد میره بالا ها. من آخرش یه روزی جلو خودش پنبشه بزن. آخه اون از زمستونش که واسه یه کنه نصف وضو خالی میکنه، اینم تابستونش جلو دو تا جوون قبال دوبارش میندازی بیرون میره تو. بابا خرابه دیگه، خرابه. تو این نگاهی به بچه هاش بکن، سه تا یکی شکل عزیز، بس گناه مردمو نشون. من گفتم که آخرش یه رو جلو خودش پنبشو میزن بلا. اینجا هیچی براشون نذاشتی بابا؟ چطور؟ وقتی اونا میشیدن واسه خواهرت هزار تا از تو لنگشو در میارن هیچی نی؟ بابا بالا گفت دختری هم که آدمی نبود معاشو فر بزنه. خب راست هم میگه، الو چرا بهت برخور؟ خوبه 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 خوبه. حال دیگه واسه خاطر هر بی سرپایی تو رو من وای میسی؟ آدم هایی که قدیه گربه هم منظور ندارن والا. همین پیروزا بود دیگه، شکمون واسه اون سیاسوخته یه جاکت بهاره باز. اما اونا به قدی بیقابلیت بودن که نکردن یه دست درد نکنه این خوشگو خالی به این دو پسره بکن، به این دختره بکن، وقتی هم دست بزدش که خواهرت موهاشو فر زده. آره حالا تو بیشتر عزت تپونشون کن تا اون زنی که دم به سر طولش بگیره به هنگشو این مرغی که نر ببینه سرش از این در بکنه تو. اون که مرده باشه اینم میشه زنش دیگه بابا. گو به گو پاک. رفیقت اومده بود صحبی. کی بود؟ اون پسره که عینک میزنه موهاشم این مطرباس. یه کاغذ هم وسط نوشته صف کن بین میگی. یا شام نمیخوری؟ چی هست؟ دمی شکو، تو اون پاکت چیه؟ گلابیه. چقدر دم حوض کرده بودم. پاشو پاشو قربون دستت، اونا رو ببر لب حوض بشورشون بیار. برو دختر. آخه آخه ای خدا. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی شما خوبه؟ خیلی ممنون. من همیشه حال احوال شما رو از انیس خانم اینا میگیرم. زنده باشین. نه والا هرچی باشه شما اونجا برادر من هست. خدا از خیری کمتون نکنه. ببخشید اینو برای شما آورده بودم، یادم رفت بدم انیس خانم. دست پنجه شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. چه؟ پنجه ی ابوالفضله. به چشمتون میبالین و میذاری زیر بالشتون، کفت و روفتشو برمیاره بیرون. تا خدا چی بخواه. انشالله که خوب میخواد. گمونم امشب بارون بیاد. مامان مامان چیه خبرت؟ بنده زنم پاری کردی؟ باز دوباره با آقای نزد شهر گفت سجا بود توی گوشه دیوار داری سوده میکشه. خیلی خب برو بگو اومدم. این مرتکم شده داره من درد بیدو درمی.
قربون شما، قربون شما. خیلی ممنون. دیدی؟ نگفتم؟ اومده بود پشت در گوشت واساده بود ببینه ما چی میگه. میدونم آخه، میدونم. الله مسلا الله. عصری که رو خاکش برمیگشتم پام یه زق زق میکرد که نگو. تو بابت اون کنه چیزی به آقات گفتی؟ آره. خب مذبانش چی بود؟ چی میدونم؟ جرأت نمیکنه به اون خونه نزدیک شه. خب میتونه به یکی وکالت بده، مثلا به خودتو. نمیدونم چه فکری پیش خودش کرده. هلش کن عزیز، دیگه من نمیخوام حرف اون خونه رو بزنی. میدونی اگه آقاتون خونه رو برفوشا ما وضعمون خیلی بهتر میشه. هشتومن اینا رو میدیم ردشون میکنیم گروه مرگشون. وقت کسی چه میدونه، شایدم شکو وقتش باشه. میدونی ما تو این یکی دو ساله خیلی پس رفتیم. برو بالا یه نگاهی تو اتاقاشون بکن ببین چیا ریختن تو اتاقاشون، این سمساری. در صورت که دختر معلم اون وقت با اون دوتا جوون گنده کردیم. والا منظورم به تو نیستا، باز گنه تو. منظورم به این جلیل این دکل. هفته میشه رنگشو تو این خونه نمیبینم. لعنتی کاری هم که ازش بر نمیاد. چی کارش دارین عزیز؟ شما چرا سر به سر این میذارین؟ من آخرشون رو نفرینش میکنم، نسل جنو. شما جوادم نفرین کرده بودین. اون دل منو به برد آورده بود. مگه چی کار کرده بود؟ تو اون خمیستی که ما بودیم اونم یه گوششو میتونست به دوش بکشه، اما اون ما رو تو اون بدبختی گذاشته رفت. پاشم خورد. اون برفگندهی یادته؟ بهش گفتم اتاق سدری مستاجر میخواد، خیال کرد میخوایم بیرونش کنیم. صبح بود، یه زانو برف اومده بود. دیدم چمدونش گرفته زیر پالتوشو داره میره. صداش کردم اما اون بر نگشت. بعدش شنیدم با چند تا از رفقاش یه شرکت چیچی وا کرده و کارش بالا گرفته. بعدشم وقتی زمینای الهیه رو خورد میکردن اونم یه تیکش رو قاپید و اون ساختمون روش کرد با اون حرفایی که بعدا از دور و برش در اومد. اما بی انصاف نکرد، سری به هم بزد. یه حالی ازم بپرسه منم دیگه ندیدمش تا این آخر رو تو مریض خونه. خوابیدی؟ بخواب صبح زود باز باشی.
چه خبره؟ چی شده؟ طوری که نشدی؟ نه. طوری چیکار بریز رو خودت؟ خوبم. طوری مثل بید می‌لرزی؟ خوبم الان. واسه من کاسه می‌زنی میشکنی ها؟ آره. تو من اینطوری نبین. تا حالا صد جور کس ناکس خواستم و من در بیافتن، اما من سر هر کدوم دم یه آخور بریدم و برگشتم. فقط میترسم یه کاری بکنم که بعد پشیمون شم. برو هر کاری که دستت بر بیاد بخور. برو. من آخر شما لعنتی‌ها رو آتیش می‌زنم. جلی. چی میگه؟ گوش کنین. از فردا دیگه این افتر نداره پاشو بذاره توی این خونه، یا جای من جای این با من ها؟ با پدرت اینجوری حرف میزنی خر گردن؟ تا به من چی دادی؟ من به تو زندگی دادم بی وجود. توف میکنم به اون زندگی. لعنت به اون زندگی، لعنت به همه شما. اصل به من نیستی، تو اصلا نظامت غلطه. بشنیم بابا، تو رفت تباس رو بدیم چجوری سابون بیمزده شروع میشم. برو بیرون از این خونه، برو بیرون، دیگه نمیخوام اون قیافه این نحسه تو ببینم. مرد شروم رگه گردن تو ببره با اون دانشکده و معلمات. شیل آقا دردن کلوفت تخم سگ آقا. چه خبره؟ چی شده اینجا؟ ازش بپرس اون لاله ها رو چی داد دیده. لاله ها؟ آره. آره تو؟ تو این کارو کردی؟ بس چی اونا رو؟ دلم چی کارش کردی؟ فروختم. چم؟ 20 تومن. بدش من. من هیچی ندارم آقا، هیچی. با اون پول رفتم بشکه نشستم. آخه اون لاله ها مال ما نبود که، مال خواهرت بود. خیلی خوب. مگه اون جزی چاک زنگل با یه آیده خش افتاده چی داره آخه؟ بشین. اون دیش جورت ببرد. جلی بیبوره. بیبوره. زور بیداد کن. آقا، آقا. کیه؟ خادم مسجد میگه نمیای. بگو الان میام. نه، باش. برو اون نوای آقا تو بیار. آخه ای نمیخوای بری؟ چرا میرم؟ دیرت نشه. نه هنوز تاریکه. ابره. عزیز چی؟ من میخوام تکلیف خودمو توی این خونه روشن کنم. کاش که اول تکلیف ما رو با این لندوهو روشن میکردی. من دیگه کاری به ایناش ندارم، خسته شدم، میخوام یه ریزم به فکر خودم باشم. خب باش. منظورت از این حرفا چی؟ میخوام یه سر و صورتی از خودم بدم. راستی؟ آره، یه ترتیبی بدم، یه چه دارم. خب سلامتی. هر وقت که خواستی یه دختر با جمال و کمالی وسط پیدا میکنم. پیدا شده عزیز. جدی؟ آره. کیه؟ گلزار. گلزار؟ گلزار کیه؟ گلزار دیگه دختر آقا بودم. ای؟ من زیاد تو نخش نبودم، ولی اینجوری سخته.
میذاره سلامتی. خواستم نظرتو بدونم. والا علف باز به دهن و بازی شیرین بیاد. خب دیگه به نظر تو اینه چجور آدمی هست؟ من نمیدونم والا. یعنی تو هیچی نمیخوای بگی؟ من فقط یه چیزی میتونم بگم، اونم اینه که تو فکراتو کردی که بعد پشیمون نشی. آره فکرمو کردم. الان 29 سالمه، خونه دارم، یه دارم مغازه دارم، کارم هم که رو به رونقه. فکر میکنم اونم رو من بی نظر نباشه. بنابراین دیدی چی، اگه نظر منو میخوای نباس عجله کرد. تو مثل که خوشت نیمد نه؟ والا آخه تو فکر نمی کنی این یه لقمه گنده باشه واسه دهنمون؟ واسه چی حرف میزنیم؟ اما چی مونه؟ هیچی، منظورم به اون بود. میدونی دختر که بیرون شد دیگه بذارش لاجرس، دیگه تو خونه بشین نیست. من میشونمش. اصلا من میخوام ببینم تو دلت واسه چی این دختر رفت ها؟ اگه پولشه که واسه قرفر خودش هم کم، اگه قد و قوارشه که ایوونی مثل نهی قلیون، اگه خونه داریشه فالا همین پیروزا بود دیگه جلو خودم بود، واسه هفشت سیب زمینی یه دبه روغا ندارد، اونم چی جذاب نمک. وقت تو فکر میکنی بتونی زنگه اینا رو خورد کنی؟ اینا دیگه چیزاییه که بعداً درست میشه. آخه تویی که سناسش جمع کردی یه مختصری مایه به هم زدی، فردا پس فردا همچین سوارت شم. میدونی عزیز میخوام شما خودتون یه جوری ترتیب کارو بدین راست ریسش بکنید. خب اگه به دلت نشسته باش من حرفی ندارم، اما دلم میخواست تو یه خود فکر کنی پسر جون. تو آدمی هستی کاسب کار با خدا، آقات هم که اونجور، اون ریخت اینا رو نمیتونی ببینی. خب حقم داره، تو یکی رو میخوای چش دل سیر و دست به فرمون باشه. دیزی رو تنگا بشمان، من میرم تا سر پلکه یکم سردی خوردم بگیرم بر پای صفره. علی خان جون قربون دستت، اون دمکنیتونو بدین امشب سبزی پلو ماهی داریم زیر زمینه، شکو میدونه کجاست. سلام آقا. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوبی نشالله که زنده باشی. اون پنجره مالیدین به چشمتون؟ بله. اول باید ما چشمی کردین نیتش. تا خدا چی بخواد. انشالله که خوب میخواد. اینم از رو چشمتون بردارین دیگه، بزنین یکم هوا بخوره. انشالله رحمان چشمتون که خوب شده خیال دارم یک گوسفند واسهتون عقیقه کنم. خدا خیری کمتون نکنه. قربون شما. ببخشینا. خدا ببخش. خیلی خوش اومدید. میخواد با اونا وصلت کنه، اینا دیگه واسه یه قرقره ده دفعه چادر سر میکنه میره بیرون با کاسبای محل هره کره میشنگه دیگه. بابا شاخ دوم نداره که، اون آقا بالا ماست خورم که صبح تا بوغ شب نشسته لا پله های نورده بونه و داره چرت میزنه. حالا اگه پای صحبت زنی که بشین نام که شوهرم دلال با عزدش بانگاه داره. وا آیا راست آیا دروغ، حالا که با این نزولی که رو طلبشون بستن خوب دارن گرده میکشن. خب میتونن تا این نمیشه، چون خانم معلمه میگه اتاق دم خلاص، یا باز پولشون رو رد کنیم یا از این خونه بذاریم بریم. حالا که اون چناره رو انداختیم چون گوزی ها پاش وای میستادن و چشترونی میکردن. گوزی ها خوبه که دختره مثل نخ میمونه.
عزیز، تو انگار یه خورده حسابایی با اینه داری. ببین من دلم نمیخواد بعد از این دیگه روشون ایمونشون بذاری. بیا چای بده من. این چیه؟ من اصلا دلم از اینا چرکه. آره من میخوام با دخترشون زندگی کنم، تو به اینا چیکار داری؟ اصلا میدونی چیه؟ برو با آقات صحبت کن، اونو که باعث رضابطه. والا اون خودش رفته زیر جلد من. اون خودش؟ خوشم باشه، حالا دیگه زیر پات میشینه پسله من. اما تو این خونه آدم های دیگه ای هم هستن که رضایشتون شرطه. آدم های دیگه؟ آره، من؟ من فکر کردم تو خوشحال میشی. خوشحال میشم؟ بدبختی سر یه چیز دیگه است پسر جون. من دلم میخواد تو یه خورده فکر کنی. نمیخوام فکر کنم، چقدر فکر کنم، خسته شدم. من تو این خونه شدم گوشت قربونی، چند تیکه بشم؟ امام غریب اگه واسه خاطر اینا نبود من الان جنگیون دکون نفشیه رو انداخته بودم، واسه خودم یه پخی شده بودم، گوشت و پوست هم واسه اینا ریختم. مگه منظور دارم؟ مگه ککشون میگزه؟ چی میخوان از جون من؟ ما چرا ولکن من نیستن؟ سلامتی و قول اینا فنا کردم، ولی اینا اصلا حالیشون نیست. نیست دیگه. شب میام خونه همه بالام، صبح میرم سر کار همه گرفتن خوابیدن، بعدم این مسخره بازی ها. داخل مگه من چه گناهی کردم؟ میدونی چی عزیز؟ اگه خیلی منو تو منگنه بتری یا دو تا گوشام میگیرم این خراب شده میرم. میرم خودمو سر به نیست میکنم. میگی نه حالا نگاه کن. معذور اولش هم میدونستم. میدونستم. این عقده مثل خمباد مونده بود بی خرقت که بذاری دری. وقتی آدم از سوش تنگ بشه هر کاری میکنه. حالا که روزیمون افتاده دست و با ما همچی میکنی؟ یه نگاه به خواهرت بکن. به من چه مگه من اونو پس انداختم؟ واسه کنی تا اون وقتش باشه. من چه بدونم اون وقتش کی باشه؟ شاید اصلا نخواد باشه. من تو رو گاندی کردم واسه چی؟ برم یا خیلی کیو بچت بر؟ چه میدونم، برو عمامشو بنداز گردنش از اون بخواه. سود صداتو بکش پایین بیا برون. یه خودم ملاحظه سرت بشه. ببین عزیزم واسه خودش پدر داره دیگه، به من مربوط نیست. پدر داره؟ بله. اگه اون یه پدر درست حسابی بود من حالا از یه چوت خورا نبودم. تلویزیونم واسهتون میخرم که سرتون گرم شه. تو هر کاری میخوای بکنی بکن، اما قبلا باز تکلیف هممون تو این خونه روشن شه. اون صدقه رو بذار سر خودت. نمیفهمم تو حرف حسابت چیه؟ حرف حساب من؟ آره بابا بگو تا دلتو بتکون. من نمیخوام این کار بشه. نمیخوای؟ نه، من تو این خونه دختر جوان دارم، تا وقتی که اون از این خونه نره من نمیذارم این یکی بیاد سکشو بشکنه. خیلی خوب
از چهره دیگه میمونه، اونم خونه الهیه است. خونه الهیه؟ آره، شما رو میفرستم اونجا. نه، یه خونه درندشته با 5 تا اتاق. گفتم که نه. یکی از اتاقا رو ترتمیز میکنی واسه چیکو؟ منم کم و کسرش رو میخرم، میتونه تابلو بزنه واسه خودش، سرش گرم شه. آره، تو میخوای ما رو بفرستی تو اون قبرستون تا خودت اینجا تنهایی پروبال واکنی. دلم هیچ منظوری ندارم، من فقط میخوام اون خونه بی مصرف نیفته. هانی، آره، من از اون اولش هم میدونستم این قیصر چه نقشه ای واسه همون کشیده. تا اومدیم یه خورده پروبال واکنی. اینم حال روز، اینم زندگی. آره. کیه؟ شکو؟ بله. بوده در واکن. کی عزیز دارن؟ کیه؟ ایشون هستم. ایشون؟ ایشون کیه؟ جمعونم با قیصر خانم اینا کار دارم. راه با آقا نشون بده. قیصر خانم از اون طرف لطفاً. میگه شما طبقه بالا میشین؟ نه خیلی، ما طبقه پایین میشین. پس من اشتباه نکردم. با کی کار داشتین آقا؟ ببخشید، من پاکتر هستم، مخواستم چند دقیقه افتخار حضور داشته باشم، ممکنه؟ اختیار داریم، بفرمایید از این طرف، بفرمایید بالا، بفرمایید شکو، بفرمایید. خواهیش بفرمایید. خواهیش می‌کنم. بفرمایید. شما بفرمایید. بیا. عزیز. خوش اومدید. بفرمین آقا. بفرمین بالا، بفرمین. بفرمین اون بالا. خیلی خیلی خوش اومدید. بفرمین. یا الله. حالا شما خوبه؟ خیلی متشکرم. ممنون. خوش اومدید آقا. خیلی ممنونم. خوب هستین ان شاء الله. ببخشید موندم. خواهش میکنم. سلامت باشین شما. عزیز یه چند تا چایی بگین بیاره. هوا گرمه، شما میخواین کتتون رو در بیارید؟ نه راحت هستم. اینجا منظور خودتونه. خواهش میکنم. من آقای مسجد باید عربی باشن. بله بله، ایشون پدر بنده هستن. بله خیلی دارم. اتفاقا عموی منم روحانیه. جدا؟ بله. بله تحصیلش هم نجف گرد. بله بله، نجف اشرف. چه سعادتی. بله سیگار قربان میکشین شما؟ نه خیر، مدت گوشتم کنار. منم نمیکشم گاه وقتی یکی. میخواستم یه زحمتی بزنم. میخواستم کمر این یه کماس گلی من شلال کنیم. چقدر؟ ای همچی که یه هوایی تنگتر بشه. باشه. میگم بیرون یه بوت کلونی پیچیده که نگو، سر آدم گیج میره. راستی یارو کی بود؟ نمیتونی شکو پاشه یه کاری بکن. چیکار کنم؟ یه خورده بیسکویت داریم، با دو تا پیاله چای ورد بیار اون اتاق. من میخوام کمر این نشه. ای پاشو پاشو گنده بک، پاشو برو یه دستی هم سر روز بکش. آی اون اتاقم که خیلی گرمه والا. انگار که مهمون داریم. والا مهمونی که نیست، پس شلا امر خیری تو کاره. نه تا خدا چی بخواد، امیدوارم به پای هم پیر شم. ظاهرش که آدم حسابی می نماد. آره بعدش هم آدم های ناامید.
قدر خیلی چیزا رو میدونم. لا اله الا الله. چه خبره؟ واسه شکو خاصگان اومده. ده؟ آره. کی هست؟ قوزیه که زیر چنار وای میسه. قوزیه؟ برو بریم. کسیتون رو در بیاری من خوش کنم. چی بینی؟ خاطرون نست و خوب بنده مزاهم نمیشم. اختیار دارید، بازم تشریف بیارین آقا. قلمتون رو چشنمون. مرمان شما زیاد. قربون شما. از آشنایی شما خیلی محسوس شما. امیدوارم که اثری ادب نکرد. اختیار دارید. خدا حافظ. بازم تشریف بیارین خونه خودتونه. البته منزل امید ماست. خدا حافظ. تمنا میکنم شما زحمت نکشید. خدا حافظ. خیلی بد شد. شما میخوایی منو حرومم کنی؟ دوره ما چی بود والا؟ وقتی یکی در میزد دیگه گوش رو گوشتمون نبود. تو همش تو فکر خودتی. همش کاش که به فکر خدا بود. شکوه تو نمیدونی من چه زجی میکشم وقتی میبینم همینجور جلو چشای من داری میگردی و پیر میشی. وقت تو میگه چی؟ بابا من وقتی که سنده تو بودم از این تازه دنیا اومد بود بچه دویوم من. وقت میگی چی؟ اول اینکه یه دست پایی واسه خودت بکنی بابا سری به جنبونی آخه یه کاری بکنی. لا اله الا الله. من بدم نیاد ازش. شما چطور عزیز؟ چه میدونم والا خودش بپاشت آدم چیه من خوشش نیومده؟ اگه میخواین از شرم خلاصشون خوب بیدیم تو انگار دماغت باد داره. حالا یکم معیوب چه معنی داره؟ بابا مرد باید دو تا سوراخ دماغ داشته باشه. عوضش کالی مستقلات واسه خودش داره. بابا مالکه اصلا مستقل بگیره. از وقتی هم که باباش مرده با ننه و خواهرش توی خونه زندگی میکنه. باباش هم که مرده ننش یه تیکه زمین خریده بغلش. بعد پس ورده همچنین یه خورده تونستی جا بیفتی یا میتونی خونه رو واسه خودت قرقش کنی. ایوونی که خودش مثل من نرمه والا. من با اون چطوری برم تو کوچه؟ قدش از اینجای منه با هم ریخت. خیلی خوب برو خبارو نندازی. اینو مزی حالا دیگه چی میگی؟ کدومشون از آجو بس خودشون؟ یا علی آخیش اگه تو کی هستی؟ تو همون قیصری دیگه. بابات هم دلات بوده بادیه میذاشته رو سر یه مشمله و کله پس. نراش هم که همه میشناخته روغی برزنگی صبح تا شب دستاش تو شاشگاه بچه های مردم بود یادش خاک زغال گله بیکرد. حالا یه دیگه فرش به خودت دیدی قمپوز خانوم؟ چی شده عزیز؟ دیگه چی میخواسته بشه؟ حرفی زدن چیزی گفتن؟ آره آب پاکی ریختن رو دستمون رفت. گفتی اگه سر بگیره ممکنه جداشیم؟ آره گفتم همه اینا رو گفتم. گفتم اگه ما رو میگین من شکم حاضرین والا به خاطر از نه والا به خدا اینو از صدق دل گفتم. ما پا میشدیم میرفتیم تو خونه الهیت. چی گفتن؟ حالا اون ماچه سگو که میدیدیم یه تابی به ابروهاش انداخت و نگذاشت نوردش. گفت میدونی چی انیس خانم جون گلیمون یه پسردایی داره جناب سروانه. اون سفر که اومد تهرون بابت یه گلیمون یه قولی گرفت و رفت. چه اینجور؟ بعدش هم بفهمی نفهمی حالیم کرد که خانم معلم و کاسبکار خوشش نمید. گلدار خودش چی نمید؟ اون نشسته بود این ما چار گوشه با چه فیسی لالمونی کدای خوش سلیقه. آره باش
که من کاسب کارم لابد رختم چهر بهتنم بود گریس میده همه اینه مالونه که ما زیادی عزتشون کردیم. آره من میدونستم اینجوری میشه. آخه اگه میدونستی چرا گذاشتی من برا پیش این گذا گدولا رو زمین بیافت آخه؟ خب حالا نشد که نشد، آسمون که زمین نیمده. تو دنیای به این گندگی این همه دختر ریخته که دخمه‌هاشون دارن میترشه هیچ کم خبردار نیست، یعنی یکیش هم واسه زیادی آخه. خوش که شانس باش گلوم این نمت شده. فکریم چرا مدتی دنیا باب درمون نمیگرده؟ فکر چی رو میکنی؟ آقا تو مسجد اشاره بکنه به یکی ها دخترش این گوسفند زیر پا زب میکنه والا. مهدی تو به تو بگم این شاده بچه با آقای زدید نرمایی صد آقا فخری رو که دیدیش ها؟ دختر داره مثل دست گل دست بفرمون همه چی تموم نخیال کنی ها والا خودش هم راضیه. کیه؟ اشکی کسی چه میدونه شایدم این چشم لعنتی کار خراب کرده. حالا نمیخواد خودتو بخوره من میدونی عوضش کسبت رو به رونق دل تو بده به کسبت. خب تو راست بگی زندگیم این نخل شده که یه جاش گره خورده باشه. هم که همیشه تو زندگیت غم یه چیزی رو داشتی، یه چیزی که هیچ موقع دم دستمون نبوده. آخه زندگیمون هیچ وقت خب آدم تو زندگیش یه چیزایی میخواد دیگه. تو چی میخواستی؟ من اونهای دیگه هم چیزایی به درد بخوری ندارن که. عزیز منو ببخش. باز چی؟ من وقتی خورده عصبانی شده بودم. من دلت گرفته؟ نه فقط انتظارشون نداشتم. آخه دست خودم که نبود. این کارا چیه میکنی؟ چه اندرم تو زندگی موقع یه جورایی که آدم از همه چی بیزار میشه. عیبی نداره. ببین من دلم میخواد تو زندگیت واقعا یه مرد باشی. من که خودم تو نخش نبودم، آقام برداشت یک کوکم کرد. میدونی چیه؟ اون اصلا تیکه تو نبود. اصلا حالا که فکرشو میکنم میبینم اینجوری بهتر شده. آره تو یه حرف خوبی زدی، من نمیتونستم تنگه اینا رو خورد کنم. آره مادر اون اصلا تیکه تو نبود. من تو چیزی که هست دیگه نمیخوام چشم تو چشم اینا بیفته. خب میخوای چه کار کنی؟ دکشون میکنم. اونا هشت منشون میخواد. باشه بخوان واسه هم نمی خونه رو میفروشن. بفروشی؟ آره میفروشن. پس ما چی؟ ما هاشو چه کار ما میکنیم؟ شما رو؟ آره من کاری نمیتونم بکنم جز اون که خودت گفتی. من گفتم؟ من چی گفتم؟ خونه الهیه. خونه الهیه؟ من خودت نگفتی گفتی با شکو میره اونجا اگه از سر دل گفته باشی؟ آره خودم خواستم. باش ما هم شکو میریم تو اون خونه رو در کیپ رو خودمون میبندیم و خودمون اون تو چال میکنیم. باش
واسه خاطر تو. اون خونه فعلا باید بمونه دیگه، آب از سرمون گذشته آقا، باز یه فکر دیگه ای بکنی. فکر دیگه؟ مگه اینکه اینا رو ولشون کنی سر گذر؟ گره ای که با دست باز میشه عاقل با دندون باز نمیکنه. شما منظورتون چیه؟ من تو را آدم عاقلی میدونستم. خب میگه یعنی چیکار کنی؟ زندگیمونو میکنیم. بله زندگیمونو میکنیم، ولی اینجا نه. تو هر طوری که دلت بخواد میتونی زندگی بکنی، حتی شبا میتونی بری تو مغازت بخوابی. اتفاقا همین خیالم دارن. اما اگه خیال داری پول اینا رو بدی، این راهش نیست. راهش همونه که من قبلا گفتم، این خونه رو دلال بندازی. به من نمیفهم تو چته، چرا این دفعه پشت رو شدی؟ آقا اگه ما رو میگی من به همین شم رزق. خیلی خب بفهم، حالا چی میگی؟ میگم نه. تو ببین من دارم کلافه میشم ها. داخل آقا اگه این خونه به دردمون نمیخوره چرا کلکشن نمیکنی؟ حالا که میگی دست اون طرف اون خونه درازه، من شما این اون هممون. یواش صدات هفت خونه میره. سه ماه من دارم با مالک اون سر اون نفشه کلنجار میرم. جون عزیز برداشته 15,000 تومان مغازه رو سرقفلی گشته. شما خودتونم میدونین من آه در بساط ندارم. تازه دست ماشینی هم که وارد کردم سنگین، همش میترسم نکنه وسط را بمونم. این هم که من دارم میگم این خونه واسه اینه که اولا یه کمکی بهتون کرده باشم، بعدشم من میخوام پولام بندازم تو جریان بلکه دست و بالم واشه. بله خب این خوب فکریه. بعد خوب فکریه، ولی شرط داره. شرط چم اینه که اینا رو تو اون خونه الهیه جا بدین. آقا اگه ما رو میگی هر جور که شما صلاح بدونی. وقتی گفتم نه نه. خیلی خوب، پس یه رای دیگه میمونه اینم اینو که اون خونه رو بفروشین، این سهم منو بدین. باز که برگشتی سر خونه اول؟ ببین آقا بذارین صاف و پوسکنده بگم، حقیقتش اینه که من نمیتونم دست رو دست بذارم آبا از آسیاب بیفته. اگه اون مغازه از چنگم در بره اون وقت؟ اون وقت چی؟ اون وقت چی؟ تو فکر میکنی من باید با این ید و بیضا برم خونه رو بذارم حراج؟ منو بگو چه فکر میکردم؟ ها فکر میکردم من آدم عاقلی هستم. بله نه خیلی من آدم عاقلی نیستم، آدم عاقلتون دیگه خیلی حالو بود. حالا دارم بعضی چیزا رو میفهمم، حالا دارم میفهمم. تو همینو میخواستی، میخواستی اون پس بیفته تا تو چنگتو فرو کنی تو مالش. من یه سوالی ازتون میکنم، همچین صاف و پوسکنده جوابانو بدین. چی میخوای؟ شما چرا از فروشون خونه تفره میرین؟ چه کاسه زیر نیم کاستونه؟ علت شو یه دفعه سربسته بهت گفتم. چی رو گفتین؟ خیال میکنم همه دنیا زندگیشون رو گاشتن زمین دارن تماشاشون میکنن که دارن یه نجیب خونه رو میفروشن. نگو عظیم! ببین آقا من میگم واسه پاک کردن اون لکه هم که شده باز اون خونه رو یه جوری سر به نیست کنین. من یه پیشنهاد بهتون میکنم، ببینین چطوره. شما میتونین به من و جناب هر کی دلتون میخواد به یه نفر وکالت بدین. من نمیتونم از این. آخه چرا نمیتونین بابا؟ یه دلیلی بیارین که بچسبه. فعلا تو اون خونه آدمه. آدمه؟ آره طبقه بالاش اجاره دادم. آقا پس ما رو بفرستین اونجا، طبقه پایین واسه پای منم بد نیا. آقا نه آقا تو نمیتونی بری اونجا. چرا؟ میتونم، دارم اونجا چه دارم. آقا بیا شده تو عمرت یک کار خیلی واسه ما بکن، بیا ما رو نجاتمون بده. من تا عمر دارم دعا به جون مرده و زندت میکنم. آقا خب روزش طبقه پایینم خالی نیست. نی؟ نه اون دختره نشسته. من نمیخواستم این کارو بکنم عظیم، اما بعد جوری تو فشار مونده بودم مثل اینکه دنیا رو دوشم سنگینی میکرد. من نمیتونستم ماهی 300 تومن اجاره اون دختره رو بدم. نمیتونستم. خب پس دیگه مثل اینکه جایی واسه ما نمود.
این خونه رو که میفروشی، اون خونه هم که اون تو. یه فکری به نظرم رسید، شما رو میبرم مسجد. مسجد؟ آره اون تایه پنجداری هست، شما رو میبرم اونجا. دستت در نکنه آقا. مسجد موقتا خوبه، حداقل این حسن رو داره که اجاره نمیدی. انیس دیده آخر عمرو چجوری عاقبت به خیر شدی؟ مجد تو چی؟ تو دلت میاد ما بریم مجد؟ هرچی باشه اینجا خونه خودت بوده، اما خب هر کاری هم یه راهی داره بابا. چه راهی؟ وقتی اون به این پشت کنه هنگی روی اخ شد. من خودم باید صحبت میکنم، اون فعلا برزخه، بذار برای یه خوره فکر کنه. من قلقشو میدونم، اون مثل کفتر چایی میمونه، میده چند تا ملق میزنه و بر میگرده. اون غیر از شما هیچ کسو نداره، هیچ وقت دلش نمیاد اسیر خونه های مردمت بکنه. من خودم باید صحبت میکنم، خود نرمش بکنم. بسه نخور، خودم باش صحبت میکنم. کجا میخوایی بریم؟ میخوام برم شادالعظیم یکم گریه کنم. مامان توی خود چی شده؟ هیچ. اینجا سر چی بود داد و بیداد میکردیم؟ گفتم که هیچ، ولی من حرفاتونو شنفتم. آره میخوام واسه این خونه دلال بندازم. خب بابات هم میخواد ما رو برفست مجد. من سر آخر به اون خونه الهی هم رضا داده بودم که اونم اونجا شد. من واسه خاطر خودم نیست که. میدونم واسه خاطر منه، من که ازت چیزی نخواستم. تو چی بخوای چی نخوای یکی باز ازت نگهداری کنه؟ من باز که شروع کردیم، اونا گاو تا دومش رسندن، حالا اینجوری پس میکشن. به خدای دارم خفه میشم. خیال میکنی که من همون شکوه بی دست و پای چند سال پیشم؟ تو این ترمون لعنتی سک صاحبشو نمیشناسه. تو چی کاری از دستت برمیاد آخه؟ تو این شهر آدم هزار تا کار میتونه بکنه. چه کاری؟ باز اگه میتونستی معلم بشی یه چیزی. خیاطی که بلدم، میتونم تابلو بزنم. صدر مچهت؟ حالا کی گفته مچه؟ بابات، بابات اینو خواسته. دیگه هیچ کی حق نداره واسه ما بزرگتری کنه. قصه نخور مامان، من خودم ازت نگهداری میکنم. من تو رو از اینجا میبرم، میبرم به یه جای خوب که دیگه فکر هیچ چیرم نکنی. برات آدم میگیرم که دیگه مجبور نشی کار کنی. که مخت معیوبه بخواد ازم نگهداری کنه، اونم با خیاطی. من غیر از خیاطی هنرهای دیگه ای هم دارم. هنرهای دیگه؟ تا
تو هیچ وقت صدای منو شنیدی؟ تو همیشه از این تصنیفا میخونی. من صدام بد نیست، آوازم خوب میخونم. خب این چه ربطی داره به کاره؟ رفت پیدا میکنی. آه، میخوای مطرب بشی؟ مامان من میخوام هنرمند شم. یا آهنگسازی هست که ویولونیسته؟ نه گوش کن، اون صدای منو پسندیده، ثبت کرده که آزمایش کنه. خب صدامو ثبت کرده، قرار از رادیو پخش شه. ها؟ فکرشو بکن، پس خیلی سر و صدا میکنه، عکسمو تو مجله میندازم. ها؟ اون وقت دیگه از دست این چرخ فکستنی و این سوزنه ای سطح ایقاز راحت میشم. خب تو بابا تو چی کار میکنی؟ اون دق میکنه که من فکر همه جاشو کردم. نه من نمیذارم تو شرف اونو به لجن بکشی. اون تو زندگیش هر بامبولی زده، اما هرگز نذاشته با آب روش بازی کنم. فهمیدی؟ اون هر کاری کرده از رو کتاب بوده. خدایا اون وقت تو میخوای این آب باریکرم رو بام ببندی؟ مامان تو که نمیذاری من بگم. اون به خواب به ظاهر بشنفه یه همچی چیزی رو دیوونه میشه، دیوونه زنجیری. حالا کی میذاره اون بفهمه؟ همین فردا میام بهش میگن با تن و لن. هیچکی نمیفهمه. من با یه اسم دیگه یه آواز خوندم. اسم دیگه؟ اسم دیگه کدومه؟ آرزو. ها؟ رسمه، هر کی بخواد میتونه ناشناس بمونه. آخه تو که نمیذاری که. من این قدم بیگدار با آب نمیزنم، فکر همه جاشو کردم. تازه که عکس به مجله میده. من میخوام تا آخر یه هنرمند شم، یه هنرمند واقعی. میخوام تا آخر هیچکی ندونه، دست کم تا وقتی که آقا جون، منظورم اینه، اینی هم که بهت گفتم همینجا میره فرو. مامان این اومده کاره، جلومو نگیر. پس یه دفعه بخت خودم رو امتحان کنم. براخره هر کی به درد یه کاری میخوره، یه استعدادی داره که باید از اون استفاده کنه. خب منم میخوام استعدادمو نشون بدم. فکرشو بکن، کم کم اون اسم قلابی مشهور میشه، توی همه ایرون میپیچه، کوچه ها، خونه ها، همه جا صدای منه. اون وقت به هم حق صفحه میدن، پولدار میشیم، وزمون رو به راه میشه، برات لباسای شیک شیک میخرم، علنگو میخرم، میفرستمت بری حاج خانوم شی، چیزی که همیشه حسرتشو داشتی آقا جون نتونست بکنه. مامان من زحمت میکشم، پول نامشروعی نیست، پولی که با زحمت به دست میاد. آه مامان چت شده؟ قنداق میخوری؟ رودام پیچ میزن. مامان خدایا کیه؟ تو اون اتاق کسیه؟ کسی نیست، منم. سلام علیکم. سلام علیکم. چی کار میکردی؟ لباس هم عوض میکرد. چطور میگه؟ هیچی. چشمه چطوره؟ فرقی نکرد. خب باید استراحت کنیم. آره استراحت خوب چیزیه. چطور گرفته ای؟ یعنی تو نمیدونی؟ من فقط میدونم تو ناراحتی، همین. بازم خوبه؟ اونم بی خود. چطور؟ آخه اون دختره ارزش اینو نداره، نه؟ خیالت واسه اونه که من اینجا بغمه کردم میشستم؟ خب یکیشم میتونی این بشه. نمیدونم، اگه مال این خونه بودی شاید میدونستی علتش چیه. من علتشو خوب میدونم، اونتا نمیخوام به رو خودم بیارم. خجه؟ خب همین که مثل تو نیستم. من
شنیدم میخوانی این خونه رو بفروشی. نظر تو چیه؟ چی میگم ول؟ آره میخوایم بفروشیم. خب عزیز شکر چی کار میکنیم؟ خونه رو؟ بفرستی مسجد؟ شاید هم برن به حال تو چه فرق میکنه؟ واضحه که فرق میکنه. چی خیال کردی؟ چی حبت خورد؟ من از هر دولبه خوشم نمیاد. تو فقط سعی کن از همه چی سر در بیاری. اون دیگه به خودم مربوطه. آره سر در بیار، با خبر شو، ولی روی خودت نیار. فقط خودت رو چپسان کن. البته برو خانم بازی برات پنیر قچ میکنه. خودش گردی یه گذاشتی زیر دوشه. ششت هم که صفا صف گردی همچی که مورچه بذاری سور میخوره. دستت هم که کرم مالیدی چه بی خدا. خوب برا جوی وقت تو من حرام نکن. حالا یادت باشه وقتی میری کفشات دلو شدی نش عظیم دلو نیا. من نمیبینی من رختم چربه، تنم بود گریس میده، دست من کنده درخت پوسته کرده. اینم از چشم درست شدم اینی یه هیولا. من هیولام جلو نیا، من درست میخورم. منظورت از این حرفا چیه؟ یه ریز داری نیش میزنی. چه شوخی کردی؟ با من؟ آره جام نزن، جام بداشته باش بسار. من شاید مانه تو یه قراری با رفقات داری نه؟ اونا منتظرتن، منتظرن که بری. خیلی خب برو، برو یه دفعه دیگه بشین کنج کافه توف کن بریشو بابا. برو ریغ بزن به زندگی، برو حرفای گنده گنده بزن. چیه؟ چرا نمیری؟ من یه قرار خصوصیه با یکی از اون جنسای با مادی سر ساعت برسی نه؟ از این؟ باشگله بایانو؟ حتی یه طبق بخچه بندی هم داره. وقت تو سلیقت تو پروپاچه خیلی مرغوبه. خیلی خب برو تو برو داری خوب نیست اسکره تو خیابون قال بذاری. تو دیگه داری شورشو در میاری. من میدم چرا نمیری؟ پول میخوای نه؟ خب بگو من بهت پول میدم دیگه. بیا بیا چقدر میخوای؟ بیا اینا پول دیگه برده، اینا پول یه مفعلگیه قیمت چشم من. میدونستی براده یا هم پریده پرده چشمون پاره کرده؟ میدونی ولی به روی خودت نمیاری. فقط دلت خوشه که حالمو میپرسی. چشمت چطوره؟ یه خورده استراحت کن. تموم شد، وظیفت انجام دادی. ولی وقتی 14 ساعت پشت دستگاه غوص کردم براده آهن میخورم که شما رو بگردونم، کجایی؟
وقتی میام خونه از زور خستگی بیهوش میشم کدوم جهنم دره موندی؟ تو باشگاه نشستی داری آبجو میخوری؟ تا این صف سینما وایسادی با یکی مثل خودت داری بعضای پرفسلی میکنی در صورت که مادر خواهرت دارن میرن مسجد. برده چی پول خواهی برده باید داری سیگار بخری میز پیدا کنی یه جای دنجی داشته باشی برده دیگه. تو این خونه فقط دلخوشیم به تو بود. آره چون من توی خورم ملسه چون یه خورجین گنده هستم واسه گوهکاریه ای تو. ولی دیگه خر نمیشم دیگه از یه بنجل ولگرد حمایت نمی کنم. من ولگرد نیستم. چرا هستی؟ تو کنه ای؟ تو ساسی، تو پول منو میخوای. من پول تو نمیخوام. همیشه همینو گفتی ولی دو مرتبه گرفتی. برای اینکه بهت ترحم کرده باشم، برای اینکه مرهمی رو زخمت گذاشته باشم. تو همیشه جلوی من احساس پستی و حقارت کردی. من پول تو میگرفتم تا بهت غرور بدم، تا حضور من اونقدر عذابت نده، تا جلوی من بتونی سرتو بالا کنی. من روش چی داره میگه بهت غرور بدم؟ اینو زبون بازی داداش، اینو واسه من یکی رخت چیته نپوشیده چرکه. راسته تو پول منو نمیخوای ولی میری لالای خواهرت از تو تاخچه بلند میکنی. تو یه همچین جونه وری هستی؟ من هر کسی آدمی هستم مثل تو. خیر خودتو به من نچسبون. نه داداش درست، ما با همین جز با هم چسبیدیم. ما هیچ فرقی با هم نمیکنیم، هممون یه پخیم، تیکه های فاسد یه جنازه که داره تجزیه میشه، آهسته آهسته داره میگنده. اون مرد، یه خونه اونجوری یه عشرت کردن برامون گذاشت، حالا ما وارث اون هستیم. لنگای هممونم حواس، هیچ تارو پیم نداریم. منظورت چیه این پرت و پلا؟ خودتو به کوچه علی چپ نزن. بهت بگم تو حق نداری حرف اون خونه رو بزنی. چرا؟ چون سه ماه تمام سیاه به سینما آره بعد مجون برادرت نبود؟ بله بود. خیلی خب وقتی مرد کجا بودی؟ درسته نبودم. درسته نبودی چون تو بشکه نشسته بودی آبه جو تو زهرمار میکردی. شما که همتون بودین تشییع، تدفین، ختم با اون سیاهای موسیقیتون مثل یه دست کلاغ منظم عقب لاشمرده افتاده بودین و قارقار میکردین همونطور که حالا هستین مثل لاشخوار. نه خیلی باز این تخصه کفش باباشو پوشیده و نمیدونم کدوم گوری رفته. را بادم این دورو براست. بیرون چه هوای خوبیه، آدم یه دلشوره مخصوصی پیدا میکنه. میخوری؟ چی؟ زردالوه. همچی یکم کسل به نظر میای. نه کسر خواب دارم. واسه چی؟ مگه مال تو آب برده؟ مال تو حیاته؟ آره نوان برونه. اینجا چقدر تاریکی. بذاری چرا؟ آه نه همینجوری خوبه. انس خانم نیست؟ هفته سر خاطی جواد. میبینم خونه سوت کوره. واقعا گلی منم تشت گذاشته و داره موهاشو چنگمال میکنه. آخه قرار سر شب با جناب سروانش برن سینما. سروان همین امروز اومد. اوه چرا تا اسم جناب سروان اومد عصبانی شدی؟ نه ای بابا مهم نیست، چیزی که فراوون دختر، اونم برای جوانایی مثل تو. چه میدونم شاید تقصیر من بود، باز از اول بهت میگفتم. خب آخه ما که جدی نمی گرفتیم چون که جناب سروان معمولیت بود تا اینکه بازم که رفتی تو فکر. حالا نمیخواد انقدر خودتو بخوری، زندگی ارزش این عقل نداره. این چه صداییه؟ این شده زندگی من. میخور خور دور از جونت صد دفعه تا حالا سکته کرده اما نمیمیره که.
بیرون هوا چقدر خوبه، یه پوک بوی کاگلی میاد که نگو. خونم خیلی ساکته. میدونی من چند دفعه تا حالا از در مغازت رد شدم. آدم وقتی تو رو تو مغازه و پشت دستگاه میبینه تعجب میکنه. یه جوونی این گور میگردنش باشه وقت اصلا همچین موضوعی به این کوچیکی دست باشه گم کنه. راستش من خیلی دلم میخواست تو دو مادم بشی، واسه این که هم تو خوشگلی، هم جوونی، هم سر مجاز هم گرسه. این مردونگیت منو کشته. این موهای سینه میدونی ما اینجا میمونیم، اگه تو بخواد تو منو میخواد؟ قیصر خانم، قیصر خانم، سلام علیکم. موسا خانم. سلام علیکم آقا بالا. ببخشید شما عیال بنده رو ندیدین؟ چرا از من میپرسی؟ نمیدونم والا. قیصر خانم، چی کارش داری؟ میخوام ببینم کی این زردالوهای منو کنده. خب ولی کندی که کندی، دنیا که با آخر نرسیده. دهه؟ مگه بنده اینجا قاقم؟ نه خیر، یک ماه آزگار چشم به این درخت سفید شده، حالا هر کی از راه میرسه زردالوها رو بکنه و ببره. قیصر خانم، قیصر خانم، قیصر خانم، خانم خانوما، تلخ بود، تلخ و نیشدار، درست مثل یک کابوس، کابوسی که هر یک از ما به عنوان یک انسان اجتماعی شده زیر لباسمون داریم. فقط یه نیشتر لازمه، یه نیشتر کوچولو به کوچیکی اون مرد معیوب که زیر اون درخت چنار وایساده بود. این کافیه که اون دو مل سر باز کنه و همه چی شروع بشه.